فساد و بر اساس سه شاخص مهمه: افراد درگیر در فساد، شرایط ایجاد فساد و نگاه جامعه به فساد میشه دستبندی کرد. اولین نوع در دسته اول فسادهای کلان هستن که مال کلانترا و اون گنده مونده هاست و میتونه در سیاست گذاری هم اتفاق بیفته و این کلان بودنش هم ربطی به بزرگی فساد نداره، بلکه به بزرگی فسادگذار. ببخشید، سیاستگذار مربوطه. دومین نوع از این دسته هم فساد خرد هست و ملت هر روز اونو در برخورد روزانه شون با مقامات اجرایی دولتی در رده های پایین تر مثل کارمندای اداره ها و پلیس تجربه میکنن. در دسته دوم که شرایط ایجاد فساده، یه فساد سیستماتیک داریم که به طور وسیع در سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جا خوش کرده و ادامه پیدا میکنه. شاید بهتره بگیم این فساد یه دسته‌بندی خاص از فساد هم نیست، بلکه بیشتر وضعیتیه که تو اون نهادهای کلان و دولتی میرن تحت کنترل گروه ها و افراد فاسد و ملت بینوا هم چاره ای جز کنار اومدن با اونا رو نداره. یه فساد هم داریم که بهش میگن فساد پراکنده و برخلاف اون سیستماتیکه، الا بختکی و نامنظم اتفاق میفته و به همین خاطرم برای ساختارهای کنترلی و اقتصادی تهدید به حساب نمیاد، اما در حد خودش میتونه روحیه افراد رو تضعیف و منابع اقتصادی رو هم تلف کنه. همونطور که گفتیم یه دسته‌بندی هم داریم که بر اساس نگاه جامعه به فساد درست شده که با سه رنگ مشخص میشه: فساد سیاه که هم از نظر توده مردم و هم از نظر نخبگان منفوره، مثل رشوه گرفتن مهندس ناظر برای نادیده گرفتن معیارهای ساخت که ممکنه آسیب جانی رو باعث بشه. فساد خاکستری که همچنین خیلی هم سیاه نیست، ولی اونقدر هست که منفور نخبگان باشه، حتی اگه ملت نسبت بهش بی تفاوت باشن، مثل رشوه به مامور اداره مالیات برای فرار از پرداخت مالیات به دولت که مردم اونو یه نوع زرنگی میدونن، اما نخبگان این کار رو برای جامعه مضر میدونن. و فساد سفید که همونطور که از اسم شریفش پیداست، ظاهرا خلاف قانونه، ولی نه نخبگان و نه مردم اونو مضر نمیدونن، مثل بلا به دور رشوه به مامور جان بر کف دست نیروی انتظامی برای به هم نزدن یه مهمونی فامیلی. خب دوستان، بخش دومم تموم شد و ما منتظر شما خواهیم بود برای دیدن بخش سوم ویدیوهای مردم ناظرم.